آقا از مپ جدید بتل رویال براتون بگم. نگاه مپ پرورش خیار، پرورش موز، پرورش بادنجون به مولا، یا از برگشت آدرنالین براتون بگم. آقا کدوم بگم؟ آقا خیلی از بچه‌ها تو کامنت‌ها نوشته بودید اصغر موزش چه شکلیه، موزش چقدره، وزنش چقدره. آقا یه سوالای مستهجنی پرسیده بودید در مورد موز اصغر، که نگو. آقا این شما و این موز اصغر به مولا، خدا وکیلی نگاه هیبتو. خب آقا اونایی که ویدیو رو لایک نمی‌کنن، اصغر یه پیام داره براشون. ببین همین الان اصغر نشسته جفت خودم. اصغر چی به بچه‌ها بگم؟ آقا اصغر میگه به بچه‌ها بگو. ببین همین الان خودش اینجاست، میگه به بچه‌ها بگو اونایی که ویدیو رو لایک نکنن، اونایی که همین الان ویدیو رو لایک نکنن، با چاپر لژند میاد در خونه‌شون، یه موز میده بهشون. دیدی موز اصغرم خودی دیدی چقدر بزرگه. همین الان ویدیو رو لایک کن. خب داوشیای گلم، آقا بیا یکم در مورد مپ جدید بتل رویال حرف بزنیم. ببینید اولا بهتون میگم اون مپ پر از شن و ماسه، و یعنی کلا پر از شن و ماسه است. حالا ببینید پر کاکتوس و خیار و موز و بادنجون. نه آقا شوخی میکنم، بادنجون و خیار آخه کی وسطه بیابون پرورش میده؟ ولی نه بچه‌ها، پر از کاکتوس، یعنی پر از یه کاکتوسای گروزی داره، یعنی یه کاکتوسای بزرگی داره، از موز اصغر هم بزرگتر به مولا، یعنی موز اصغر در برابر اونا هیچه. بچه‌ها فیلم و عکس ها، یعنی کلا عکس های کل مپ، یعنی از همه زوایای مپ براتون عکس و فیلم گذاشتم، حالا از کاکتوسا و خیاراش هم براتون گذاشتم. قشنگ ببینید کاکتوساش چقدره. ولی بچه ها کلن آقا سیزن بعدی، یعنی علاوه بر مپش یه خبر خفن دیگه هم داره، و اون خبر چیز اینه که آدرنالین داره برمیگرده. حالا آدرنالین اگه بدونید یه باگ خیلی خفن هم داشت، یعنی رو زیپلاین بتونید آدرنالین بزنید به مولا. ببین کلن بچه های چند تا نکته میخوام بهتون بگم. یکی اینکه آدرنالین خیلی بهتره تا آرمور، چون مثلا با آرمور 200 تا دیگه نمیتونی موومنت بزنی، باید یه باگی رو بزنی که اون باگ کوچولو درد سر مرد سر زیاد داره. ولی آرمور خیلی بهتره، یعنی تو یه دونه میگم آرمور بهتره، یه دونه آدرنالین، یه دونه آدرنالین میزنی همزمان موومنت میدی. میگی چی میگم؟ کلا سطحش خیلی بالاتره. آخه خدا رو شکر، یعنی ای کاش واقعا برگرده اکتیویژن چرت و پرت نگفته باشه. ولی بچه ها در مورد مپ جدید بهتون بگم، یعنی کلا در مورد مپ جدید بهتون بدم، یه چند تا عکس فعلا با هم ببینیم، یه چند تا عکس سطح بالا. خب بریم عکس اول با هم ببینیم. همه پر و پشماتون، ببین پر و پشمتون باید بریزه دیگه. ببینید بچه‌ها این همش کوه، ببین کلا بچه‌ها مپش خشکه، یعنی کلا آب و ماب این چیزا زیاد نداره، کلا مپش خشکه، فقط کوه و ماسه و شن و هوا هم که گرم، بیابونه بیابونه. نگاه کنید اصلا مپش رو نگاه، فقط بیابونه. بچه ها این تصاویر رو دیدید یه چیزی یادتون نیومد؟ گوش کنید آقا، سیزن کابویو همتون یادتونه؟ نه این سیزن کابوی ماله همین چند سیزن پیش، نه اینو نمیگم، اونی که دو سال پیش بود که گست کابوی اومد، سراف کابوی اومد، مال اون زمانو میگم. این مپ هم دقیقا همونجوری، یعنی پر از کاکتوس و پر از چه میدونم کوه و شن و ماسه و اینا، یعنی کلا سیزن کابوی و سرخ پوست و سیزن از این چرت و پرت هاست. می چی میگم؟ کلا خودتون دیگه متوجه شدید به مولا. حالا یه چیز پشمیریزون دیگه که داش همین میخواد بهتون میگه چیه؟ اینه که یه جایش هست برفه، یعنی پشمام از این ور یه جایش هست که اینقدر هوا گرمه آدم میمیره، بعد یه جایش هست یخه، یعنی برفه. مگه داریم همچین چیزی اکتیویژن؟ ولی خدا وکیلی خیلی مسخره است حاجی، مثلا از یه ور اینقدر هوا گرمه همه مارمولک ها مردن، یعنی کل مارمولک و سوس مارموس مارا همه مردن، از جمیعتا مرده. از یه ورش میبینی یه ور من پش هوا گرمه، یه ور من پش هوا سرده. ببین اصلا اکتیویژن سیاستاش بیست، اصلا یک. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم رو بهتون میگم، اینو باید بهتون میگم بچه‌ها، این اخبار رو کلا کانال‌های خارجی منتشر میکنن، کانال‌های خارجی 300 400 کی سابسکرایبر به مولا. می چی میگم در این حد، یعنی معتبر معتبرن. ولی بچه‌ها من واقعا نمیخوام الکی بهتون دروغ بگم یا چرت و پرت بگم، من روک واقعا حقیقت رو بهتون میگم. 50% ممکنه که سیزن بعد این چیزا بیان، یعنی ممکنه بتل پس کاوی باشه، ولی این مپ رو فکر نکنم بچه‌ها سیزن بعدی بیاد، یعنی احتمالش خیلی زیاده که آدر سیزن بعدی بیاد، یا مثلا این مپ رو فکر نکنم بیاد، ولی بتل پس سیزن بعدی احتمال خیلی زیاد کابوی باشه، یعنی بیابونی و کابوی باشه. ولی گوش کنید این مپ رو بذاریم بهتون میگم کی میاد، یعنی سیزن بعدی احتمالش اینه که بیاد 50%، ولی سیزن بعد 100% میاد، یعنی خودم تضمین بهتون میدم سیزن بعد این مپ میاد. چرا؟ چون بچه اگه بدونید دو سیزن یه بار، هر دو سیزن یه بار، یعنی آپدیت بیرون برنامه که باید برید 2-3 گیگ از گوگل پلی دانلود کنی. می چی میگم؟ ولی هر سیزن یعنی 200 یعنی مثلا تو الان که آپدیت کردیم، مثلا ما این سیزن رفته بودیم بیرون برنامه آپدیت کردیم 3-4 گیگ هم اینترنت داریم، درسته؟ خب حالا این یه جایشه.
ولی مثلا سیزن بعدی که بیاد فقط یه 300 مگابایت هم اول بازی با دانلود کنیم. این چی میگم خودتون دیگه متوجه شدید. آره دیگه داشمین خیارزادگان، موزادگان، بادنجونزادگان، گفتم که اینا رو همه رو بهتون بگم که بد نگید امیر دروغ و بابا ما دروغ نداریم، به شما اشهای خودم بگم دروغ چیه زشته به خدا بچه این حرفا. ولی بچه ها دیگه بهتون گفتم دیگه، گفتم 50% احتمال داره بیاد. حالا اینا رو ول کنید بریم سراغ آدرنالینی که قراره بیاد، یعنی ببین به مولاک ست بالاست. خب بچه ها مثلا این نوب سگ کمپر رو نگاه کنید، ببین خوابیده پشت سگ، حالا ببین زون اومد رفت، نگاه این زمانیه که آدرنالین باشه، ببین هی آدر میزنه 14 تا آدر داره، کوفت بشن به تنت داداش. آدرار انشالله آدرار موز بشن برن تو حلقت به مولا. ببین ببین نگاه 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 ببین چه جوری داره آدر میزنه، نمیمیره بچه، ببینید داخل زون نمیمیره، بعد اون یارش بیرونه، نگاه ببین الان اون خودکشی میکنه تموم. ببین وینر شد نوب سگ، ببین نوب سگ کلافو نگاه، ببین وینر شد با چه ترفند کثیفی وینر شد. خدا وکیلی داشمیر داره ترفندهای سم بهتون یاد میده، ترفند سم به مولا. خب داشیای گارم آقا چطورین؟ تا اینجای ویدیو حال کردین یا نکردین؟ به مولا اخبارش خوب بود یا نه؟ ببین اخبار که سطحش مولا بود، بی خود بهونه نیار. آقا اونایی که تا اینجا ویدیو رو لایک نکردنه، ببین نکردی لایک نکردی، به خدا اگه لایک نکنی اسقر میاد دم خونتون. ببین اسقر همین الان نگاه کن نشسته جفت خودم، میگه میام یه موز میدم دستش به مولا. دیدی خب موز اسقر چقدر بزرگه، برو همین الان ویدیو رو لایک کن. ببین برو همین الان ویدیو رو لایک کن، از اسقر بترس، وای به آن روزی که اسقر بیاد دم خونتون. بچه‌ها یه ترفند خیلی خفن دیگه که میخوام بهتون یاد بدم، یعنی کلا اینو حتما باید یاد بگیری. این در مورد چیه؟ در مورد اینه که چه جوری روی زیپ لاین، حالا زیپ لاین پلت، هر زیپ لاین کلا آدرنالین بزنید. بعد بچه‌ها یه نکته، آدرنالین که نسبت به آرمور بهتره، آرمور 200 اینه که آرمور 200 نمیتونی موومنت بزنی. من اینکه مثلا یه باگی هست بچه‌ها، یه باگ مال کاتانا، اگه اونو بزنی میتونی موومنت بری، خب چرت و پرت دیگه. میچیم یا الله شاید بعضی وقتا حواست نباشه باگو نتونی بزنی، ولی آدرنالین اینجوری نیست، آدرنالین میتونی موومنت سگی هم بری، یعنی قشنگ موومنت میری سگ موومنت. خب بچه ها این داشیه گلمونه نگاه حاجی، اون موقع اچس روی زمین بود، پشما موجی خاطراتمون زنده شد به مولا. ببین اینجا میاد سر زیپلاین کیفشو باز میکنه میزنه سر آدر، خودش یوز میشه. نگاه بچه ها بذارم بهتون بگم، دقیق بهتون توضیح بدم. ببین میای مثلا میری سر زیپلاین داخل کیفتون، تو کیفتون، بعد که بری داخلش میبینید بزنید سر آرمور، یه گزینه هست اسم یوزه، یوز یعنی استفاده کردن، اونو اگه دوبار بکوبی، یعنی دوبار بکوبی رو آدر، خودی سر زیپلاین آدر میزنه تو بدن، میشه مثل کرگدن. ببین میشی مثل کرگدن، به مولا راش سگی میدی همه رو پاره میکنی. ولی خدا وکیلی بچه این اچس خیلی خوب بود رو زمین بود، حالا یادش به خیر به مولا. به خاطراتتون رو زنده کردم، اون بچه های قدیمی خودشون میدونن اچس رو زمین بود، اصلا حال میکردیم به مولا، حال میکردیم. بعد اومد اکتیویژن ری استارت کرد، الان 5-6 سیزن این بیوای بیساب شده داخل زمینه، نمیبرنش هم به مولا، نمیدونم چرا نمیبرنش. اشقای من آقا ویدیو رو تا اینجا دیدی لایک کردی یا نکردی؟ آقا الکی بهونه نگی، برو ویدیو رو لایک کن به مولا، برو سابسکرایب برام به مال به پاش.